سرخط خبرها. 170 شهرستان ایران در وضعیت قرمز. وزارت بهداشت میگوید کنکور با رعایت ضوابط برگزار میشود. سرنوشت نامعلوم آلبوم‌های تاریخی کاخ گلستان. عکس‌های دوران ناصری مفقود شد. تصمیم جنجال برانگیز ستاد امر به معروف مشهد. ممنوعیت دوچرخه سواری زنان به اجرا گذاشته شد. و ادامه تهدیدهای ترامپ علیه شبکه اجتماعی تیک تاک. این شرکت چینی شاید دفترش را از آمریکا به بریتانیا منتقل کند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که 170 شهرستان از لحاظ شیوع ویروس کرونا در وضعیت قرمز قرار دارند. اما با این حال گفته که آزمون ورودی دانشگاه‌ها در تاریخ مقرر، یعنی حدود 17 روز دیگر برگزار خواهد شد. این وزارت همچنین تاکید کرده که مقررات بهداشتی مراسم ماه محرم هنوز نهایی نشده و در دست تدوین است. در همین حال پزشکان هشدار دادند که هر تجمعی می‌تواند به گسترش ویروس دامن بزند. شهدا هوشمندی گزارش می‌دهد. همزمان با افزایش شدید شمار مبتلایان به کووید 19 در ایران، موضوع تعویق برگزاری کنکور در هفته‌های اخیر محل بحث بوده. منتقدان برگزاری کنکور این پزشکان و کارشناسان بهداشتی بودند در خط مقدم مبارزه با کرونا. موافق اصلی برگزاری این امتحان سراسری دولت بود که عملکردش در مقابله با شیوع کرونا مورد پرسش است. سرانجام در کشاکش این دو گروه دولت پیروز شد. قطعاً در یک چنین شرایطی وزیر بهداشت ایران میگوید که کنکور سراسری امسال در ایران با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در موعد مقرر برگزار خواهد شد. متفاوت ببینیم، قرار شد حدود 20% بیشتر فضای اشغال هر سالن یا محل برگزاری نباشد. قرار شد که فاصله گذاری‌ها حداقل 2 متر باشد. هفته گذشته کنکور مقطع دکترا بعد از چند هفته اما اگر برگزار شد. وزارت بهداشت میگوید که پروتکل‌های بهداشتی در برگزاری این آزمون رعایت شد، ولی بعضی از داوطلبان میگویند وضعیت سالن‌های برگزاری نامناسب بوده. مراسم عزاداری محرم هم بدون هیچ تغییری برگزار می شود. بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت که بیشتر شبیه به توصیه است، مانند این موارد. انجام عزاداری در محیط‌های باز با حفظ فاصله فیزیکی، زدن ماسک توسط عزاداران، پرهیز افراد مسن و دارای بیماری‌های مزمن از شرکت در مجالس عمومی، اولویت برگزاری مراسم در فضای باز، استفاده از زنجیرهای شخصی، استفاده نکردن از تبل و سنج و دمام و دیگر ادوات. همزمان با این تصمیم‌های دولت، شمار مبتلایان در ایران با سرعتی بالا در حال افزایش است. این آمار رسمی امروز است به روایت سخنگوی وزارت بهداشت ایران، آماری که در دقیق بودن آنها تردید جدی وجود دارد. طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2751 نفر گزارش شدند. طی 24 ساعت گذشته 212 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 17617 نفر رسیدند. داده‌های پزشکی و فهرست‌هایی از موارد قطعی و مشکوک به کووید 19 در ایران به دست بی بی سی رسیده که نشان می‌دهد دست کم تا پایان تیر ماه شمار واقعی جانباختگان حدود 3 برابر ارقامی بوده که دولت گزارش می‌دهد و تعداد واقعی مبتلایان 1.5 برابر آمار رسمی. تحقیقات بی بی سی که پیشتر منتشر شد نشان داد که دولت درباره تاریخ رسیدن ویروس به ایران و آغاز اپیدمی پنهانکاری کرده. دولت اما از عملکرد خود دفاع می کند و می گوید جریانی قصد تحریف موفقیت هایش را دارد.
دفاع دولت از عملکردش در حالی است که پزشکان مطلع در ایران به بی بی سی گفتند که فشارهای امنیتی باعث شد که اعلام ورود این ویروس به ایران به تأخیر بیفتد. آمار مبتلایان حتی به روایت رسمی هم رو به افزایش است. 14 استان در وضعیت قرمز هستند و وضعیت در بعضی از آنها وخیم گزارش شده. شیدا هوشمندی، بی بی سی. در هند در یک شبانه روز 50,000 بیمار مبتلا به کرونا شناسایی شدند و 803 بیمار هم جان خود را از دست دادند. هند پنجمین کشوری است که بیشترین تلفات کرونا را در جهان دارد، اما در حال بازگشایی کسب و کارهاست. در استرالیا در پی موج دوم کرونا اعلام شده که کسانی که دستورالعمل‌های قرنطینه را نقض کنند جریمه خواهند شد. فیلیپین هم درباره شیوع مجدد کرونا هشدار داده و 10 میلیون نفر را دوباره قرنطینه کرده. وزارت صحت افغانستان میگوید در شبانه روز گذشته هیچ مرگی ناشی از ابتلا به ویروس کرونا را در این کشور ثبت نکرده. بر اساس آمار رسمی تا کنون 1,288 نفر در نتیجه ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. وزارت صحت همچنین از شناسایی 36 مورد جدید ابتلا در 24 ساعت گذشته خبر داده. آمار رسمی افغانستان نشان دهنده کاهش روند ابتلا به کرونا است، اما نهادهای مستقل میگویند که آزمایش‌های انجام شده در این کشور کم هستند و آمار واقعی بیشتر از آمار رسمی است. معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت افغانستان از کابل با ما هستند. خانم جعفری، پاسخ شما چیه به صحبت این نهادهایی که میگن که آمار رسمی خیلی کمتر از آمار واقعیه؟ سلام به شما و به بینندگان محترم تلویزیون شما. در رابطه با اینکه آمار ثبت شده وزارت صحت عمومی افغانستان کاهش در تعداد مبتلایان را نشان میده، ما باید بگویم که اینکه تعداد واقعی امکان داره بیشتر باشه از آمار ثبت شده، این واقعیت است که در کل جهان اتفاق افتاده و به خاطر همین هم افغانستان، وزارت صحت عمومی افغانستان سروی را آغاز کرد و این سروی به پایان رسید. بله، این واقعیتی هست که در سراسر جهان ممکنه که کمتر باشه آمار رسمی، به خاطر اینکه بعضیا ممکنه که در خونه مبتلا بشن و به بیمارستان نرن، ولی در افغانستان بله. مثلا در 24 ساعت گذشته هیچ مرگی ثبت نشد و آمار رو به پایینه. آیا واقعا وضعیت در افغانستان به این صورته که کاملا کرونا به شکلی با مهار شده باشه که مثلا در 24 ساعت گذشته هیچ فوتی اتفاق نیفتاده باشه در بیمارستان ها؟ خب آمار ثبت شده کاهش نشان میده، در فیصدی واقعاتی که مثبت میشه نزد ما کاهش نشان میده. ما از زمانی که یک افزایش ناگهانی در تعداد مبتلایان داشتیم در ایام عید گذشته، عید فطر، که 300 واقعات مثبت ما به 60-70% هم رسیده بود، بعد یک کاهش رو مشاهده کردیم که 300 واقعات مثبت به 30% رسید و بعد از او در هفته اخیر قبل از عید قربان 300 واقعات مثبت ما تا 20-30% هم رسیده بود. فعلا به خاطر که ایام عید قربان تازه سپری شده، ما منتظر هستیم که ببینیم در دو هفته آینده فیصدی واقعات مثبت چگونه خواهد. ولی خب دانشگاه ها قرار از فردا باز بشن، فکر میکنید که همین الان شرایطش وجود داره که دانشگاه ها رو باز کنن از فردا؟ امکان افزایش دوباره در تعداد مبتلایان وجود داره، به خاطر که ما هنوز نتیجه دیربازدید های ایام عید، یعنی هنوز ما نتیجه رو نداریم. در رابطه با بازگشایی مکاتب و پوهنتون ها، ما جلساتی داشتیم. امروز کابینه قرار بود که تصمیم نهایی خود اعلام کنه. فردا قرار است که کنفرانس خبری مشترکی با وزارت دستورات عالی، وزارت معارف و وزارت صدامه ارائه شود که ما تصمیم نهایی را اعلام میکنیم به مردم. و در صورتی که مکاتب دانشگاه باز هم شوند، شرایط صحی از طرف ما تعیین شده که اگر این مراکز باز میشن باید رو شرایط در نظر گرفته شد و شرایط از طرف شاگردان و استادان و کارمندان مکاتب هم اجرا شد. متشکرم. معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت افغانستان.
اعتصاب کارگران نفت، گاز و پتروشیمی در جنوب ایران وارد چهارمین روز شده. گفته شده که این یکی از بزرگترین اعتصاب‌های کارگری در 14 دهه اخیر است و هزاران کارگر در آن شرکت کردند. در روزهای گذشته کارگران در آبادان، اهواز، ماهشهر، قشم، کنگان و لامرد و دشت آزادگان در اعتصاب بودند. کارگران معترض خواستار تأمین امنیت شغلی، لغو قراردادهای سفید امضا، پرداخت دستمزدهای معوقه و همچنین افزایش دستمزد شان هستند. اعتصاب کارگران نیشگر هفت تپه هم همچنان بعد از 50 روز ادامه دارد. نیروی انتظامی تهران میگوید 19 تبعه افغانستان که در پارک ملت پرچم طالبان را برافراشته بودند دستگیر شدند. 5 روز پیش تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که گروهی را با پرچم سفید طالبان در پارک ملت در شمال تهران نشان میداد. به گفته حسین رحیمی فرمانده پلیس تهران 5 نفر از عوامل اصلی تهیه و انتشار تصاویر این تجمع در شبکه‌های اجتماعی زندانی شدند و بقیه هم به زودی از ایران اخراج شود. در یک شهرک صنعتی در نزدیکی تهران آتش سوزی وسیعی رخ داده. سخنگوی سازمان آتش نشانی گفته بیش از 2500 متر از سوله های صنعتی در شهرک صنعتی جاجرود آتش گرفتند و علت حادثه در دست تحقیق است. این حادثه مصدوم و خسارت جانی نداشته. یکی از مسئولان کاخ موزه گلستان در تهران تایید کرده که تعدادی از آلبوم‌های عکس‌های تاریخی این موزه گم شده. هنوز مشخص نیست که آیا این مجموعه به سرقت رفته یا صرفاً اشتباهی جابجا شده، اما مسئولان موزه گلستان گفتند که مفقود شدن این آلبوم‌ها را به پلیس بین‌الملل اطلاع دادند. گفته شده که این آلبوم‌ها مجموعه ای است از عکس‌های زمان ناصرالدین شاه قاجار که بسیاری از آنها را خود او گرفته. کسری ناجی گزارش می‌دهد. یکی از آلبوم‌های عکس دوران ناصرالدین شاه در موزه گلستان. آلبومی از عکس‌های ناصرالدین شاه که علاقه زیادی به هنر عکاسی داشت. عکس‌های این دوران تقریباً 150 سال پیش از اولین عکس‌هایی هستند از ایران و مردم ایران. بعد از آنکه ناصرالدین شاه این هنر را از اروپا به ایران آورد. بسیاری از عکس‌ها در آلبوم‌های موزه گلستان را خود ناصرالدین شاه گرفته است. حالا خبر آمده که یکی از این آلبوم ها که اعلام نشده کدام است مفقود شده. در پایان اسفند ماه، اواخر اسفند ماه، امین اموال آلبوم خانه کاخ گلستان به بنده اطلاع دادن که در آخرین انبارگردانیشون متوجه شدن که یکی از آلبوم هاشون رو در قفسه نمی کنن و نیازمند این هستن که یک انبارگردانی دقیق برای آلبوم خانه کاخ گلستان انجام بشه. البته به جهت اینکه ما نیاز بود برای پیشگیری از هر گونه در واقع مشکل سوء، تصاویر مربوط به اثر برای پلیس اینترپول ارسال شد و مکاتبات لازم برای واحدهای ذی‌صلاح وزارتخانه مطبوع ارسال شد و کار در دست پیگیری هست. کاخ گلستان که حالا موزه کاخ گلستان است، یکی از مهمترین مراکز جذب توریست ایران است که تاریخچه‌اش به زمان شاه عباس صفوی برمی‌گردد، حدود 400 سال پیش. این کاخ ما در دوران قاجار شکوه و اهمیت تازه‌ای پیدا کرد با انتخاب تهران به پایتخت ایران و استفاده شاهان قاجار از این کاخ. آلبوم‌های عکس این موزه عمدتاً مربوط به دوران ناصرالدین شاه است. مسئولان موزه میگویند فهرست برداری از اسناد و آثار این موزه ادامه دارد. این انبارگردانی آغاز شده و در خصوص مفقود شدن اثر ما زمانی به صورت قطعی میتونیم اعلام کنیم که این انبارگردانی به اتمام برسه، به دلیل اینکه بررسی‌های اولیه توسط بخش حفاظت ما مشخص شد که هیچ گونه نشانه ای از سرقت مشاهده نمیشه و به همین دلیل موضوع مفقودی اعلام شده و تا زمانی که این انبارگردانی انجام نشه ما هیچ نظری در مورد بحث مفقود شدن آلبوم نمیتونیم قطعیتش رو بگیم. اینکه 6 ماه از هنگامی که مسئولان متوجه مفقود شدن این آلبوم شدن میگذرد و این خبر تازه منتشر میشود، آن هم نه از طرف مسئولان که از طرف یک خبرگزاری ایسنا، و اینکه این به اصطلاح انبارگردانی هنوز ادامه دارد نشانه خوبی نیست.
و در دورانی که فساد در حکومت و دستگاه‌های اداری کشور به اوج تازه‌ای رسیده، جایی برای خوشبینی زیاد نمی‌گذارد. برای آلبومی که می‌تواند در حراجی‌های آثار هنری ایران در غرب ده‌ها هزار دلار به فروش برسد. کسرناجی، بی بی سی. نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. وزارت بهداشت ایران میگوید از لحاظ شیوع ویروس کرونا 170 شهرستان در وضعیت قرمز قرار دارند. آلبوم های دوران ناصری در کاخ گلستان تهران مفقود شدند. در ادامه این برنامه، نقل مکان احتمالی دفتر شبکه اجتماعی تیک تاک از آمریکا به بریتانیا. ستاد امر به معروف و نهی از منکر ممنوعیت دوچرخه سواری زنان در مشهد را به اجرا گذاشته. دوچرخه سواری زنان پیشتر هم در سبزوار در غرب خراسان رضوی ممنوع اعلام شده بود. در قوانین ایران هیچ قانونی که دوچرخه سواری را جرم بداند وجود ندارد. تعدادی از کاربران بی بی سی فارسی نظراتشان را در این باره برای ما فرستادن که با هم بشنویم. من مجید مربی ورزشی از مشهد هستم. در رابطه با دوچرخه سواری بانوان، اولا این مسئله یکی از حداقل حقوق بانوان هست. این حق قابل پامال شدن نیست. ثانیاً تمام اون خانمایی رو که من خودم تا حالا در سطح شهر به طور معدود دیدم که دوچرخه سواری میکردن، خب روسری داشتن، حجاب کامل داشتن، مانتوی بلند داشتن که روی زین میفتاده، هیچ مورد خاصی و نبوده و حتی اگر اینا میخواستن بدون دوچرخه سواری هم تردد بکنن فرقی نمیکرده. حالا خانمایی هم که مشغول این ورزش مفرح بودن بالاخره از حق خودشون داشتن استفاده میکردن. اگه کسانی این رو ناپسند میدونن یا فکر میکنن که دوچرخه سواری خانما مثلا تحریک آمیزه، این افراد به نظرم میرسه که یا مریضن که احتیاج به درمان دارن، یا یه سری مسئولین هستن که اینا خب همین پست کوچیکی هم که دارن دوست دارن، حالا پست‌های بزرگتر هم همینجور حرفای میزنن که خب بالاخره باشن. به نظر من در دنیای الان در حال حاضر بحث کردن راجع به این موضوع واقعا یه چیز خنده داره. یعنی چی که بانوان نباید توی محیط باز، محیط عمومی دوچرخه سواری کنم؟ من که هر چقدر فکر میکنم به نتیجه نمیرسم. واقعا باید افسوس خورد به این طرز تفکر. یکی از خوبیای شورای شهر جدید مشهد این بود که توی مدتی که اینا سر کار اومدن مسیرهای مخصوص دوچرخه خیلی گسترش پیدا کرد. خب این خیلی تأثیر میذاره تو جامعه، تو سلامت جامعه، فرقی نمیکنه چه خانوما چه آقایون. و خب این همزمان بود با این پندمی کرونا و توی زمانی که توی مشهد این قرنطینه و این داستانا بود خیلی زیاد خانوما شروع کردن از دوچرخه استفاده کردن از همون دم عید. ولی الان یکهو وقتی که یک مسئول متاسفانه بیمسئولیتی همچین حرفی رو میزنه، این یعنی نصف جامعه از یک فرصتی که یک سری دیگه از مسئولا در هر صورت به حق برای مردم درست کردن محروم میشن. یعنی ما یک شورای شهری اومدیم بهشون رأی دادیم، خوب یا بد کار ندارم، اومدن با هر گرایش سیاسی کار خیلی مفیدی کردن، تو خیلی از خیابونای مشهد اومدن مسیر دوچرخه کشیدن و این فقط برای نصف مردم بوده. اون مسئول انقدر دیدش کوتاه نسبت به همه چیز. صحبت‌های بعضی از مخاطبان بی بی سی بود. برای صحبت بیشتر در این باره همکارم پوریا جعفره با ماست. پوریا، چه تأثیری از نظر بین‌المللی داره؟ چطور نگاه میشه به اینکه به هر حال دوچرخه سواری زنان ممنوع شده در این بخش از ایران؟ این مثال بارز یک تبعیضه، اونم تو دورانی که نه فقط سر مسائل برابری زنان و مردان ما داریم صحبت میکنیم، برابری نژادی صحبت میکنیم، برابری دینی و مسائل دیگه داریم صحبت میکنیم و حساسیت فدراسیون های بین المللی، کمیته جهانی المپیک در مورد این مسئله بسیار بالا رفته. یعنی وقتی که شما دارید میایید که اینها رو اینو غیر قانونی اعلام میکنید، یعنی در واقع همون حق رو دارید از نصف جمعیت میگیرید. یعنی فعالیت
نگاه ورزشی ما داریم الان اینجا نگاه میکنیم. فعالیت ورزشکاران دوچرخه سوار زن رو داریم غیرقانونی اعلام میکنیم. در این حال فدراسیون دوچرخه سواری ایران، حالا همه رشته های مختلفی که داره، دوچرخه سواری جاده هست، دوچرخه سواری داخل سالن هست، یا دوچرخه سواری کوهستان هست، که اینا حالا اصلا وارد اون بحثم نمیشیم که کلی مدال هست تو بازی های آسیایی، بازی های المپیک، و خیلی کشورها اتفاقا دارن سرمایه گذاری میکنن روی دوچرخه سواری زنان که اون مدال ها رو بتونن به دست بیارن. ولی که از نظر اونها شما اومدید این حق رو گرفتید در حالی که منشور اونها رو امضا کردید و گفتید که به حقوق همه افراد جامعه احترام میذارید و به اونها اجازه فعالیت میدید. این ممنوعیت در خراسان فعلا، که خب همینش هم باعث تعجبه که چطور میشه که فقط در یک استان یک قانون رو برای یک سری وضع کنن، اما آیا ممکنه که از نظر کلی روی ورزش ایران در سطح بین‌المللی تأثیری بذاره، مثلا باعث محرومیتی بشه؟ بله حتما. یه نکته ریزی هم که اینها سعی کردن که اضافه بکنن، بحث این هست که در مناظر عمومی نباید باشن، یعنی که به صورت خصوصی میتونن دوچرخه سواری بکنن زنان، که خب خیلی چیز عجیبیه به خاطر اینکه دوچرخه سواری تو محیط های بسته بالاخره یه فضایی میخواد برای پدال زدن و مسیرهای طولانی رو میخوان مردم برن با دوچرخه سواری. ولی که همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، داریم خیلی سریع نزدیک میشیم به پرونده ایران در مورد جودو و روبرو نشدن با ورزشکاران اسرائیلی که در دادگاه عالی ورزش فدراسیون جودو، فدراسیون جهانی جودو میاد جلوی فدراسیون جودو ایران قرار میگیره و کمیته بین‌المللی المپیک هم ناظر این ماجراست. مسئله حضور زنان در استادیوم های فوتبال ایران حل نشده به خاطر بحرانی که سر کرونا بوده و بازی‌های بدون تماشاگر فعلا یه چیزیه که رفته کنار، ولی که در یک مقطعی که برگردن تماشاگرها به استادیوم ها این هم خواهد برگشت و این هم یک مثال بارز دیگه اینه که حق زنان ورزشکار ایران داره محروم میشن ازش. و نگاه کلی کمیته جهانی المپیک اینه که میاد تمامی اینها رو در نظر میگیره و حتی اون قاضی که قراره که در مورد بحث ایران و اسرائیل بیاد نظر بده به این مسائل نگاه میکنه و ممکنه که این مسائل وقتی که روی همدیگه جمع بشن باعث بشن که ورزش ایران دچار مشکل بشه. خیلی ممنونم از ذات همکارم پوریا جعفری با ما. عمران خان نخست وزیر پاکستان در مصاحبه‌ای با شبکه الجزیره گفته که کشورش در جلوگیری از یک درگیری نظامی میان ایران و عربستان نقش مهمی ایفا کرده. او در این مصاحبه که قرار است فردا از الجزیره پخش شود گفته که میانجیگری پاکستان میان ایران و عربستان همچنان ادامه دارد. نخست وزیر پاکستان در این حال تاکید کرده که روند میانجیگری به کندی پیش می‌رود. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. مهر ماه پارسال که عمران خان نخست وزیر پاکستان به تهران سفر کرد، در برابر خبرنگاران به صراحت گفت که آمده میانجیگری تا جلوی جنگ را بگیرد. آقای رئیس جمهور، ایران همسایه ماست و روابطی دیرینه داریم. عربستان سعودی یکی از نزدیکترین دوستان ماست که وقتی به کمک نیاز داشتیم به ما کمک کرده. دلیل این سفر این است که ما نمی‌خواهیم شاهد جنگی بین ایران و عربستان سعودی باشیم. ما قبول داریم که این یک مسئله بسیار پیچیده است، اما باور داریم که مشکل از مسیر گفتگو قابل حل است. عمران خان همچنین با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم در برابر دوربین صدا و سیما ملاقات کرد، اما صدای این ملاقات منتشر نشد. اگرچه خود عمران خان گفته بود که علاوه بر میانجیگری میان ایران و عربستان، حامل پیامی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز هست. به گفته نخست وزیر پاکستان، آقای ترامپ از او خواسته بود تا مذاکره ایران و آمریکا را تسهیل کند، تلاشی که دست کم در ظاهر نتیجه روشنی نداشته. در عوض عمران خان میگوید که این تلاش ها در جلوگیری از جنگ ایران و عربستان مؤثر بوده. عمران خان روابط نزدیکی با خاندان سعودی دارد، روابطی که بسیار فراتر از شخص او در ارتباطات استراتژیک دو کشور ریشه دارد. او بارها به ریاض سفر کرده و در سال 2019 به واسطه کمک‌های مالی عربستان موفق شد جلوی ورشکستگی اقتصادی دولتش را بگیرد. میزبانی خبرساز عمران خان از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان از جمله تحولاتی بود که به وضوح نزدیکی ریاض و اسلام آباد را به نمایش گذاشت، یک همگرایی کلیدی برای کشورهایی که یکی نفت و پول دارد
و آن یکی بزرگترین ارتش جهان اسلام و بمب هسته‌ای. اما پاکستان بیش از 1000 کیلومتر با ایران مرز مشترک دارد. در کنار هند و عراق، سکونتگاه بزرگترین جمعیت شیعیان جهان بعد از ایران است و اشتراکات فرهنگیش با ایران به قرنها پیش باز می‌گردد. به معنای دیگر، پاکستان بخواهد یا نه، در میانه جدال ایران و عربستان قرار گرفته، اما همواره تلاش کرده تا به قربانی این تنش تبدیل نشود. و حالا ماهاست که نقش میانجی را بر عهده گرفته، نقشی که قضاوت درباره نتایجش آسان نیست، اما دست کم نخست وزیر پاکستان معتقد است اثرات قابل توجهی داشته. کیوان حسینی، بی بی سی. اپلیکیشن تیک تاک که برای همرسان کردن ویدیو استفاده می شود با صدها میلیون کاربر سریع ترین رشد را در میان شبکه های اجتماعی جهان داشته. اما این شرکت چینی اخیراً دچار دردسرهای سیاسی شده. از جمله اینکه رئیس جمهوری آمریکا گفته به دلیل نگرانی از انتقال اطلاعات به دولت چین می‌خواهد آن را ببندد. تیک تاک ارتباط با دولت چین را رد کرده و می‌گوید به دنبال مقرر جدیدی است، شاید در لندن. گزارشی داریم از جیمز کلیتون. رقص های فراگیر اینچنینی هستند که تیک تاک را اینقدر محبوب کردند. کل پلتفرم طوری طراحی شده که خلاقیت شما را تقویت کند. می توانید خودتان را دیجیتالی مسن‌تر یا آرایش کنید. یک گزینه صفحه سبز هست که می توانید مجری تلویزیون بشوید و به آمار اشاره کنید. کار دیگری که می توانید بکنید این است که صفحه را دو قسمت کنید تا با دوستانتان آواز بخوانید. جوانترها به ویژه عاشقش هستند و برآورد شده 2 میلیارد نفر در جهان دانلودش کردند. But look beyond the laughter and its detractors. اما از شوخی و تفریح بگذریم، منتقدان تیک تاک میگن که یک جنبه بسیار تاریک داره. نه تنها یک پلتفرم شیرین و بی‌خطر نیست، که ابزاری برای جاسوسی دولت چین از مردم. چین این ادعا را رد می‌کند. با وجود این، تیک تاک در هند ممنوع شده و امروز رئیس جمهور آمریکا هم به شاخه آمریکایی آن اولتیماتوم داد. تاریخ تقریبی 15 سپتامبر رو مشخص کردم که از اون به بعد فعالیتشون در آمریکا متوقف خواهد شد. اما اگر کسی مثل مایکروسافت یا دیگران بخوان بخرنش، جالب خواهد بود. ترس اصلی دولت‌ها و نمایندگان پارلمان در جهان اینه که حزب کمونیست چین تیک تاک رو مجبور کنه داده‌های مردم رو در اختیارش بذاره بدون اینکه کاربران از این رضایت داشته باشن. تیک تاک میگوید هرگز اطلاعات مردم را به پکن نخواهد داد، اما حرکت ترامپ برای لندن فرصتی فراهم میکند. تیک تاک میخواهد مقر اصلیش را از آمریکا خارج کند و بزرگترین دفترش در لندن است با 800 کارمند. اگر لندن را خانه خود کند، جایگاه این شهر به عنوان یک غول تکنولوژی تحکیم خواهد شد. اما بعضی از نمایندگان پارلمان نگرانند. من استقبال میکنم از اینکه دولت تحقیق کنه که آیا این اپ امنه یا اینکه ما هم باید همون کاری رو بکنیم که هند کرد یا اون کاری که استرالیا میخواد بکنه. تیک تاک هم نگران خواهد بود بعد از اینکه دولت بریتانیا زیر فشار آمریکا دست شرکت چینی هواوی را از شبکه 5G بریتانیا کوتاه کرد. اما بریتانیا ممکن است مقر شبکه اجتماعی دارای سریع‌ترین رشد در جهان شود. این قطعاً دستاوردی است، اما بدون ریسک نیست. James Clayton, BBC News. ممنون که با ما همراه هستید.